شب همه دوستان بخیر چهارشنبه 22 دی ماه هست نه و سه دقیقه با سه دقیقه تاخیر در خدمتون هستم و یک برنامه زنده دیگر رو دنبال میکنیم میخواییم یک کتاب آموزنده بحثنگیز و به نظر من روشنگر رو مرور کنیم امیدوارم بتونم خوب از پسش بر بیام یه مقدار کتاب فشرده و این کتاب هایی که در مورد شادکامی و خوشبختی و اینا هستن یه مقدار خب توش هست خیلی جاها به جنبندی نهایی ممکنه دقیق نرسه و شاخ و برک های زیادی دارن برای همین شاید بعضی جاها حس کنید که خب این فصل عوض میشه آره به این دلیله که خود ساختار کتاب این گونه است کتابی که براتون در نظر گرفتم همونطور که توی معرفی نامه خدمتون گفتم The Other Side of Happiness embracing a more fearless approach to living. نوشته براک بسچن که فکر کردم ترجمهشو اینجوری بذاریم سوی دیگر شادکامی اتخاذ رویه بی تر به زندگی حالا چی شده که این کتاب رو من انتخاب کردم و به نظرم مهم اومد یک بحث جدی هست برای هم دید کلان و فلسفی شما و هم دید جز و خصوصی شما حالا بذارید تو چند دقیقه یک مقدمه بگم این مقدمه توی کتاب نیست ربطی به کتاب نداره ولی از جنبندی کتاب های مشابه این میخوام بگم میخوام با مقاله شروع کنم از اد داینر مربوط به سال 2014 این مقاله رو توصیه میکنم شما مطالعه بفرمایید و توی این کتاب جز آخرین منابعیه که بهش اشاره شده یعنی تو فصل آخر این رو گذاشته من میخوام با این شروع کنم بحثم رو اد داینر و اویشی یک مقاله ای داره اد داینر رو شما شاید اسمش رو شنیده باشید در زمینه شادکامی خوشبختی و رضایت از زندگی الان نزدیک سی ساله داره پژوهش میکنه و پژوهش های خیلی متنوعی داره کی احساس شادکامی میکنه کی احساس خوشبختی میکنه ولی ببین چالشش اینه residents of poor nations have a greater sense of meaning in life than residents of wealthy 2014. یعنی شهروندان کشورهای فقیر احساس معنیدار بودن بیشتری از زندگی دارند در مقایسه با شهروندان کشورهای مرفع و ثروتمند همینجا اینو شما نگاه کنید و اگر مقاله رو نگاه کنید مقاله البته خودشم میگه من از داده های باز استفاده کردم خودم نرفتم سر شماری داده هایی رو که اونجا هست از منابع رو استخراج کردم و در واقع اومدم و دارم داده ها رو در واقع آنالیز میکنم چیزی که در آورده اینه کشورهایی که وقتی از شهرونداش پرسیدن چقدر زندگی براتون معنی داره چقدر زندگی براتون هدف داره احساس میکنید زندگی پوچ نیست ببینید بالای لیست کجا در اومده من عضو میخوام من به هیچ شهروندی توهین نمی کنم و واقعا احساس می کنم انسان ها صرف نظر از رنگ و نژاد و ملیت و مذهبشون قابل احترام و دوست داشتنی واقعا شهروندان بعضی از این کشورها حرف ندارن شما اگر یک ساعتی رو باشون بگذرونی میبینید چقدر شوخن چقدر چیزای جالبی از زندگی میگن ولی خب معمولا کشورهایی نیستند که شما بخواید به اونجا مهاجرت کنید یا قبطه بخورید که ای کاش مثلا من اقامت اونجا رو داشتم ببینید اونایی که بالاترین معنی زندگی رو داشتن اینو تو کتاب براک تو فصل آخر گفتم بهش اشاره کرده توگو سیارا لئون اتیوپی لاوس قرقیزستان اکوادور و کوبا اینا شهروندانشون به طور میانگین گفتن زندگی خیلی معنی داره و هدف داره در مقابل پایین ترین اعداد ببینید نصیب چه کشورهایی شده فرانسه بلژیک استرالیا ببخشید اتریش ژاپن هنگ کنگ دانمارک و انگلستان یه ذره براتون تناقض نداره یعنی ببین اینای همه رفاه زحمت کشیدن نمیدونم خیلی از خدمات رو رایگان کردن هوای خوب نمیدونم غذای خوب تغذیه خوب مدیریت محیط زیست و اینا رو دنبال کردن و بعد آخر سر شهرونداشون این احساس رو دارن یه چیز دیگه هم بهتون میگم یکی از چالش هایی که واقعا سعی دارم یک سخنرانی براش آماده کنم و باید اعتراف کنم شاید ده ساله دارم بهش فکر میکنم ولی هنوز نتونستم میخوام اسمشو بذارم معما یا چالش خودکشی چون همین نکته رو که الان براتون گفتم همبستگی با خودکشی هم داره و شما این رو میشنوید که ای بابا تو این کشورها خودکشی چقدر بالاست تو این مرفهین این پولدارها اینایی که تقریبا سرانه درآمدشون بالای 20 هزار دلاره و بیشتر شهروندانشون بیشتر لوازم خونگی رو دارن در رفاه نسبتا بیشتری با این یکی کشور هستند خودکشی تو اینا بیشتره و شما وقتی اینو میشنوی با یک ذهنیت شاید بگم شبه مواجه میشه خب چرا اینا بیشتر خودشون رو میکشن حالا من اصلا باز میخوام بگم سوء تعبیر نشه که بگیم آها مثلا قرب زده ایم اینا رو دوست داریم بعد از آفریقا یا بعد میاد نه, نه, نه اینجوری نیست نکتهش اینه که اگه قرار رفاه اگه قرار امنیت اگه قرار آزادی های فردی منجر به کاهش حس معنی در زندگی و افزایش خودکشی بشه ما این دوتا رو چجور کنار هم بذاریم؟ شما دیدید این دستمایه بسیاری از جدل ها و مغلط هاست مثلا شما میگین که ببین خیلی از مردم مثلا خونه ندارن سرانه کالوری که میخورن کمه گوشت کم میخورن تعطیلات ندارن ساعت کارشون زیاده هوای آلوده دارن ممکنه سریع به شما جواب بدن خب اون کشورهایی که این همه خوبشو دارن ببین معنی زندگی ندارن و خودشون هم میکشن و باید فکر کنیم و آیا واقعا اصلا داریم زور بی خود میزنیم یعنی شما تلاش میکنی که درآمد بره بالا اینها بره بالا بهداشت بره بالا سرانه مرگ و میر کاهش پیدا بکنه مرگ و میر نوزادان کاهش پیدا بکنه درد و رنج مادی تو زندگی کم بشه بعد از اون ور دوچاره پوچگرایی میشه ما باید بتونیم به این یک فکر و راه حلی پیدا بکنیم که چرا این گونه است و اگر میخوایم هم تصمیم فردی و هم تصمیم کلان بگیریم این پارادوکس این تناقض رو بتونیم حل بکنیم حالا اینجا قضیه از شور شور هست تا اون شیرین ترهایی که میخوام بگم شورهاش کدومه یه عده به شما خواهند گفت دیدی دیدی مدرنیزم به ضرر تموم شد دیدی دستاورد علم جز کاهش معنی در زندگی و افزایش افزردگی و خودکشی نیست دیدی انسانی که به رفاه میرسه به ثروت میرسه آخر سر سرش به سنگ میخوره پس شما تلاش نکنید برای این چیزا تلاش نکنید که افزایش رفاه هدف قرار بگیره برای اینکه آخرش اون میشید آخرش دوچار این سرخوردگی احساس بی معنی بودن زندگی و احساس در واقع ندامت میشید با معرفی کتاب شروع کنم این توی این کتاب نیست ولی یک کتاب چالشی قشنگ ریچارد وولین نوشتتش تاریخ شناس آمریکایی The Seduction of Unreason The Intellectual Romance with Fascism from Nietzsche to Postmodernism اقواگری بیخردی معاشقه روشنفکری با فاشیزم از نیچه تا پست مدرن. این اقواگره بیخردی چیز قشنگیه میگه ببین شما هی میگی که بهداشت خوب بشه رفاه خوب بشه تقضیه خوب بشه و بیا هدف از زندگی میره به نوعی مفهوم شرافت از بین میره معنای زندگی از بین میره بشر به پوچی میرسه خودشو میکشه و دستمایه اقواگری هایی میشه که نهایتش به فاشیزم میگه اصلا زندگی باید هدف داشته باشه یعنی چی شما رفاه میخوای یعنی چی کار کم میخوای یعنی چی حس میکنی باید تغذیه خوب داشته باشه اینا فرعیات زندگیه شما از راه رفاه به خوشبختی نمیرسید هفته قبل گفتم جورج اورول این رو گفت گفت که هیتلر به مردم نوید رفاه رو نمیداد نوید چالش سرسختی جنگ و مقابله رو میداد و معتقد بودن که بشر یک غریزه انهدامگر داره برای همین خوشی میزنه زیر دلش وقتی رفاه رفت بالا حالا دارم دیدگاه رو میگم ها این تیکار رو نبرید خوشی میزنه زیر دلش و بعد شروع میکنه در واقع تقیان کردن به پوچی رسیدن به نیهلیزم رسیدن به ول شدن رها شدن سرخورده شدن و بیماری های روان پزشکی و افسردگی اگه اینجوریه خب پس ما باید خیلی دنبال رفاه نریم سرسختی، جنگ، جدال، خونریزی، ناامنی اینا لازمه خوشبختیه یعنی شما باید اینا رو داشته باشی تا بتونی معنی تو زندگی پیدا بکنی چون دیدیم این شهروند اینو این را. این مفهوم اقواگری بیخ اردی به نظر من مفهوم خیلی قشنگیه یعنی شما میگی ببینی همه خرد و علم و اینا رو به رخ ما نکش اون چیزی که تعیین کننده است اون چیزی که من فکر میکنم اون چیزی که به احساس خوب میده و در واقع معتقده که یک جریانی در کنار روشنگری همیشه در جهان بوده که اسمش رو میذاره کاونتر انلایتنمنت ضد روشنگری این جریان معتقده که ببینید دستاوردهایی که شما داریم میگین نمیدونم آزادی فردی و رفاه و اینا اینا آخرش بشر رو از این تقیان میکنه و از این خوشش نمیاد اون اقواگری وجود داره توی هیچ چیزی به پای یک نبرد جانانه نمیدونم حیثیتی نمیرسه باز یک کتاب دیگه هست که این رو من سعی دارم براتون معرفی بکنم خلاصش کردم تموم شده ولی دو دلم نمیدونم میتونم خوب درش بیارم جوری که وقتش رو هدر نره اسم کتاب هست Why Honor Matters تاملر سامرز فیلسوف نوشته مال 2018 هست کتاب جدیده که میگه چرا حیثیت اهمیت داره یعنی تامبلر سامرز معتقده که ببین جهان خیلی داره به سمت اصطلاحاً پراگماتیسم حرکت میکنه به سمت منفعتگرایی حرکت میکنه و مفاهیمی مثل قضیه حیثیتیه آقا این قضیه ای که شما داری میگی شرافتیه اینا رو من باید سرش وایسم علان که بمیرمم من اصلا اینجا منطق نمیفهمم این حیثیتیه من باید براش بجنگم بخشی از این تو زندگی مثل این که لازمه حالا نقدی کرده ما باید بهش فکر کنیم چون کتابی که مقابلشه یه کتابی هست با مقدمه استیون پینکر شما پینکر رو اسمش رو شنیدی پینکر منتاله اونوره معتقد خشونت کم شده رفاه بشر زیاد شده مرگ و میر نوزادان کم شده بشر به خوشبختی داره نزدیک میشه و شک نکنید او میتونه بگم تای تیفه و جالبه توسط افرادی مثل بیل گیتس و اینها خیلی مورد تمجید قرار میگیره که راست میگه میگه که ببین وقتی ارتباطات فراگیر شد هر کسی صاحب اموال و کالا شد بشر در رفاه قرار گرفت و شرایط زیستیش متعادل شد به خوشبختی نزدیک میشه و جالبه یکی از ابر شاخص های خوشبختی رو همین چیزی میگن که پشت سر منه الان شما داریم میبینید این بالا نگاه کنید کولر گازی جفری ساکس معتقد بود یکی از راه های رسیدن به خوشبختی اینه که شما تهویه مطبوع ایر داشته باشید جفری ساکس یه ذره بدنامه از اون اقتصاددانان خیلی فوق نیولیبراله و اشارش به بازار آزاده و برای این شیوخ کشورهای پولدار عربی، مالزی، سنگاپور و اینا یه سری مشاوره های میده و یکی از تاکیدایی که داره اینه که رفاه تهویه مطبوع رو باید به حد اکثر برسونید. هر جا میتونید کولر بذارید، کولر بذارید. حالا ممکنه فخرش رو بفروشه که بگه من اونا رو تحت تاثیر قرار دادم ولی الحق شما این کشورهای مرفه نوار استوار رو نگاه میکنید چه کوچیک اطراف خلیج فارس چه کشورهایی مثل حتی تایلند مالزی اینا اینا سیستم تهویهشون خیلی خوبه فروشگاه هم خنک شما از, 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 از گرما نمیکنی یعنی یکی از شاخص های رفاه اینه که شما در محیط متعادل دما زندگی میکنی نه خیلی گرمت میشه نه خیلی سرد میشه چون بشر تا مدت ها یکی از ابرچالشاش این بود یا داشته از سرما میلرزیده یا از گرما از حال رفته بوده و معتقده که شما اینو برسون اون وسط کلی از خوشبختی بشر تأمین میشه و در واقع اون کتابی که گفتم نقطه مقابل چرا حیثیت مهم است Virtuous, Virtuous Violence نوشته آلن پیج فیسک و تاگا شاکتی رایی از انتشارات معتبر کمبریج 2015 خلاصه این کتاب اینه میگه بیشتر خشونت بشر سر منافع نیست سر حیثیته به من بی احترامی شده آبروی من رفته به من توهین شده من باید تلافی کنم ولو اینکه جونم رو از دست بدم و معتقد نزاهای خانوادگی بیشترش این گونه است های یعنی سر مسائل اخلاقی حیثیتیه و اخلاقی حیثیتی که ممکنه نفع مستقیم نداشته باشه این نیست که منافع منو در خطر گرفتن پول منو دارن میبرن من باید دفاع کنم به من توهین شده به من نارو زده شده احترام من زیر سواله. و اون با مقدمه استیون پینکره میتونی تصور کنی که پینکر داره به یک پراگماتیسم خیلی عمیق فکر میکنه و اشارهش بر اینه که ببین بیشتر خشونت بشر مال همین مفاهیمیه که آقا مثلا اگر این کارو کنیم زندگی پوچ میشه این کارو کنیم زندگی بی‌معنا میشه من باید جانم رو در راه مثلا این آرمان بدم اینا هست که به زندگی معنا میده و حالا یک طیفی از روشنفکر و متفکر و روانشناس و در واقع دانشمند ما داریم که اینها بعضیاشون معتقدن که آره دیگه بیخردی اقواگره و باید باشه شما باید سر مسائل حیثیتی وایستی جونت هم بدی برای اینکه اگه این کار نکنی زندگی پوچ و بی‌معنا میشه اینا به جنبش رمانتیک اروپایی علاقه دارند اینا خیلی مسئله آنر حالا آنر رو من موندم چی ترجمه بکنم حیثیت احترام شرافت اینا رو چیز ولی مثالایی که میزنن اینه مثلا همین تامبلر سوالهایی رو مطرح میکنه که مثلا اگه کشور یه کشوری پرچمش رو آتیش میزنه اون باید مقابله بب... باید حمله بکنه به حیثیت من توهین شده به مثلا مسئول این کشور فوش دادن من با جوابشون رو بدم آیا در صورتی که ایده میگه نه آخه چه فایده داره یه تیکه پارچه رو آتش زدگی چرا خودت اونقدر چه ولی اون معتقده که نه اصلا معنی مهمی در این قضیه در هم حالا بحث رو خیلی در واقع فراگیرش نکنیم و برگردیم به هم داستان که حالا سوال بر سر اینه آیا راه خوشبختی از رفاه میگذرد آیا این چیزی که بالای سر منه مسیر خوشبختی رو روشن میکنه و پله های اول رسیدن به خوشبختیه؟ یا آنگونه که اقواگره بیخردی میگه نه اینا دور شدنه شما باید اون حس در واقع آنر رو تو زندگیت نگه داره. یک تعدادی روشنفکر پیدا شدند که اینها به نوعی اینگونه میگند و اینایی که من دارم معرفی میکنم بیشتر به این اردوگاه تعلق دارند مثل پاول بلوم که هفته قبل معرفی کردم براک باستچن امروز معرفی میکنم جاناتان هایت گرگ لوکیانوف مایکل شرمر اینا آدمایی هستند که اینو میگن میگن درست میگی رفاه هدونیزم لذت طلبی و افزایش حس خوب خود به خود به خوشبختی منجر نمیشه ما اگر مطالعه ادداینر رو داریم که میبینیم رفاه زیاد و ثروت زیاد با سرگشتگی و کاهش معنا و افزایش خودکشی همراه شده چرا بیایم رفاه رو زیر سوال ببریم بیایم به قول امروزی ها این گرفتاریاشو این رو بگیریم به همین دلیل این کتاب ها به این روی کردن حالا بخوای کتاب هفته قبل رو بفهمی اینه که میگه درسته که هیجانات مثبت خوبن درسته رفاه خوبه مثلا شروع میکنه میگه یه حرفی میزنه که الان بعضی از شما ها ممکنه دوچار سوء تفاهم بشید شرایط گذرا و موقت اقتصادی خودمون کووید 19 تحریما رو بذارید کنار حرفش بر اینه که هیچ وقت بشر تا این حد در رفاه نبوده و از نظر تغذیه از نظر همین تهویه مطبوع از نظر امکاناتی که تو خونش داره خونش در مقابل حیوانات موزی و اینا در واقع امن هست و اینا و سوال بر سر اینه که اگر ما به رفاه بیشتر دامن بزنیم خوشبختی بیشتر میشه یا یه جای کار گیر داره و ما سعی کنیم اونو درست کنیم پس این روشنفکرا این داستان رو دارن و به نظر من بایستی حرفشون رو جدی گرفت چون هم در تراز کلان میپردازن هم در تراز خانوادگی تراز خانوادگیش کیو مثلا میتونم تو همین مقدمه مثال بزنم مثلا خانومی هست به نام جین توینی جین توینی که توین جی می نویسنش تی دبلیو ای ان جی ای. یک کتابی داره که اونم خیلی سر و صدا کرده دیگه تو سی این ای، سی این این و اینا میانن باش مصاحبه میکنن اسم کتابش هست آی جین آی جین ای, آی جی ای می نویسنش اون آیش از آیفون و آیپاد و این آیپاد و, آی ای ای و اینا میاد و جنش به معنی جنریشن یعنی نسل و صحبتش اینه که این نسل جدید که تو رفاه بزرگ شده همشون هم یه گوشی دستشونه آیا اینا به اندازه کافی محکم بار اومدن؟ آیا این رفاه به سرگشتگی و پوچی اینها منجر نمیشه؟ تیتر کتاب رو نگاه کنید براتون میخونم تیترش طولانی خسته میشه ولی تیتر جالبه یعنی حتی جالب بود که باهاش چند تا مصاحبه کردم گفتن این واقعا تیتر کتابه تیتر کتابه why today's super connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy, and completely unprepared for adulthood. What does that mean for us? چرا کودکان فوق مرتبط فوق مرتبط رو برای سوپر کانکتد گذاشتم اینایی که همشون گوشی دارن آیفون دارن آیپد دارن به همدیگه فورا پیام میدن چرا کودکان فوق مرتبط کمتر سرکش و کمتر شورشی این رو ترجمه ربلیس گذاشتم مسامه کارتر و کمتر شاد بزرگ می شوند. در حالی که برای بزرگسالی کاملا غیر آماده هستند و این چه معنی برای بقیه ماها دارد این تیتر کتابه یعنی خلاصه حرف این خانون کاملا روانشناس شناسه اصلا نگرش فلسفی مثل اون در واقع شاید بگم گرگ لوکیانوف به اون حد نداره یا مثل در واقع نویسنده هایی که اومدن نیچه و هایدگر رو اینا رو نقد کردن مثل ریچ، ریچارد وولین گفتم خدمتتون نداره ولی خیلی ساده نگاه میکنه و خیلی هم با خانواده ها تماس برقرار کرده گفته ببین رفاه زیاد بچه رو لوس بار میاره ضعیف بار میاره و اینا نمیتونن سرگشته میشن احساس شادکامیشون کمه و نمیتونن با مشکلات زندگی بجنگن و زود وامیدن میدن حالا ما باید واقعا فکر کنیم که کدام درستند و این موت... عدل هایی که این وسط هستند گفتم اینا حرفشون اینه میگن اگر ما نتونیم این پارادوکس رو این تناقض رو حل بکنیم در دام اقواگری بیخردی میفتیم یه عده میان یه تمام بدبختی های ما مال اینه تمام بدبختی, ما اینه. تمام بدبختی ما اینه که مردم زیر باد کولر میخوابن تمام بدبختی مردم اینه آب یخ میخورن تمام بدبختی مردم اینه که سرما اذیتشون نمیکنه توی یک محیط امن هستند این باعث شده از زندگی ناشکر و ناخوش بشن و افسردگی برای همین داره میره بالا اختلافات فردی خانوادگی برای همین داره میره بالا و مشکل پدید خب با این مقدمه که فکر کنم خیلی هم طولانی شد بذارید کتاب رو بحث کنیم خب اینجا بسشین به نظر من در مقایسه با پال بلوم محافظ کارتره یعنی از پینکر دورتر میشه گفتیم تا این خط به نظر من اصلا اون در واقع معیار طلایی استیون پینکره اون معتقده که خشونت کم شده به این دلیل که مردم خیلی عملگرا شدن رفاه زیاد شده درآمدها زیاد شده و هر جا شما به مردم به رفاه برسن اخلاقیات درست میشه خشونت کم میشه و شادکامی زیاد میشه تو مقدمه کتاب اینو میگه بسچین من سعی دارم نشان دهم که درد و رنج نه تنها ضد شادکامی نیستند بلکه لازمه شادکامی هستند بدون درد هیچ راهی برای رسیدن به شادکامی واقعی وجود ندارد این نقل قول مستقیم بستین هست توی کتابش به عبارت دیگر شما باید رنج بکشی و با رفاه کامل مزمحل میشی حالا براتون بگم که رفاه کامل رو این اومده اول کار سعی کرده یه مقداری حتی با چاشنی زیستی تعریف بکنه به عنوان مثال به یک مقاله ای اشاره میکنه که این مقاله برای اونایی که به علوم اعصاب علاقه دارن و یه ذره آناتومی مغز و از این اصطلاح های تصویرسازی مغزی و اینا خوششون میاد مقاله خوبیه تو ژورنال بسیار معتبر نیچر نوروساینس چاپ شده و در واقع نوشته کرک هست 2009 How do you feel now? The anterior insula and human awareness الان چه حسی داری؟ قسمت قدامیه لب انسولا و خداگاهی بشر حرف حسابش اینه همین الان اگر شما دندون درد نداری اگر کفشت تنگ نیست اگر دمای اتاقت خوبه اگر گرسنه نیستی اگر تشنه نیستی اگر کمر درد نداری انسولای قدامی شما فعالیتش کمه و نسبت به بدنت خداگاه نیستی حالا یکی از مثالایی هم که میزنه حالا خواهم گفت یکی از تستایی که چاشنی این مطالعات هست اینه که مقدار زیادی آب بخوری و دستشویی نری وقتی مسانت پر شد این ناآرام شدی یعنی در حالتی که تقریبا میشه اونو به رفاه تعریف کرد رفاه بدنی ببین پیرنت نرمه اندازه است یه زمانی مردم پشمینه می پوشیدن افرادی که مرتاز بودند افرادی که خودشون آزار میدادند، رو تخت سخت میخوابیدن روی تیغ میخوابیدن روی میخ میخوابیدن نمیدونم الیاف خاردار می پوشیدن برای اینکه معتقد بودند بشریت که به همش خرد و خوراک و آرامش نیست از سنت ترزای آویلیا نام میبره که خانومی بود که خودش رو مجروح میکرد لباس خاردار می پوشید و همش به خودش ریاضت میداد معتقد بود این به انسان معنی میده اگه درد نداشته باشی همه چی اوکی باشه به قول خارجی ها که زندگی معنی نداره وقتی شما اوکی هستی یعنی تو بدنت فشاری نداری دندونت درد نمیکنه تشنت نیست گرسنت نیست خیلی خسته نیستی پا درد نداری کمرت نگرفته فشار اینو حس نمیکنی دیدی یه پیرن تنگ میپوشی هی احساس میکنی خب اگه همه اینا فراهم بشه میتونه یک معیار ارگانیک معیار زیستی از رفاه نسبی باشه دیگه چون اگه دما خیلی سرده سریع به بدنت آگاه میشی این حسو داری که ای وای چرا سردمه دما که خیلی گرم میشه به بدنت آگاه میشی اصطلاحا میگه human body awareness آگاهی از بدن و این رو تونستن قشنگ با دستگاه های تصویر سازی مغزی اندازه گیری کنن وقتی شما اون تو هستی وقتی همه چیت خوبه همه چی تو بالانسه ماشینت داره دقیق کار میکنه سوختش کامله گرسنگی نکشیدی خوب شب خوابیدی اینا هستی بدن خودت رو حس نمیکنی من الان گفتم احتمالا شما به بدن توجه کردی یه اسکن بکن بدنت رو ببین چیزی اون تو خراب نیست سردرد نداری گرسنت نیست دستشویی نمیخوای بری وقتی همه اینا نیست این اینسولات خاموشه و این رو نداری حالا حرف حساب این اینه که میگه خیلی از مواقع دیدن وقتی شما به این حالت قرار داری و جایی گیر نیست همچه حس خوبی هم لزوما ممکنه نداشته با. این باز به کارهای دیگری اشاره میکنه که البته من دارم از آخر اینها اشاره میکنم که در واقع دانیل گیلبرت گفته وقتی هیچ غم و ای نداری هیچ جا گیر نیست ذهنت به هیچی الان تو اون سیستمی که داری همینجور پایش میکنی نداری مغزت شروع میکنه ولگردی از میخوام اینجوری میگم واندرینگ همینجور از این شاخه به اون شاخه میره به یه چیزی گیر میده این یکی از شاهکارهای دانیل گیلبرته که بیش از حد مورد استناد قرار گرفته مقاله هست در ساینس 2010 این تو هم بهش استناد کرده A human mind is a wandering mind ذهن بشر یک ذهن سرگردانه حالا شاید ولگردی لغت خوب نمیشه wandering هست. این ورون ور پرسه میزنه And a wandering mind is an unhappy mind و یک ذهن سرگردان پرسه بزن ذهن شادی نیست ذهنت باید روی یه جایی تمرکز کنه اگه نتونه تمرکز کنه شروع میکنه همینجور گشتن همی جو گشتن و برای همین شادکامیت میاد پایین حالا یکی از راههایی که ذهنت تمرکز میکنه که یه جایی بدنت گیر داشته باشه ایراد داشته باشه یعنی شما وقتی دقت کردی مثلا کفشت پاتو میزنه دیگه یه دفعه تمام تمرکزت روی اون زوم میشه یا وقتی گرسنه ای فقط در فکر غذا هستی یا فرض کن وقتی مثلا تشنه هستی یه جوری حس میکنی که اون پس زمینه محو میشه اون احساس پوچی محو میشه اون احساس اینکه هدف از زندگی چه محو میشه اونجا فقط دنبال آب میکرد برای همین اونایی که در واقع اقواگران بیخردی هستن میگن ببین وقتی همه چی تامین میشه اون موقع ذهن شروع میکنه به پوچگرایی و افکار نیهلیستیک و اینا برای همین باید همیشه هم یه چیزی ذهن تو درگیر کرده باشه یه جنگی یه جدالی یه کینهی, یه چیزی باید باشه که به خاطر اون صبح تا شب همش درگیر باشی ولو ولش کنی این ذهن سیال یک حالت ناخوشایند ایجاد میکنه این کار دانیل گیلبرت مشهور هست من قبلتر توی بعضی بهش اشاره کردم که در واقع کاری که کرده با همین گوشی های هوشمند با آیفون از افراد پرسیده الان داری چی کار میکنی به چی فکر میکنی و حالت چطوره وقتی دیده بود که افراد درگیر جدی یه کاری نیستند و فکرشون داره همینجور هی میچرخه احساس خوبی تو زندگی ندارد و جالبه یکی از جاهایی که دیده بود ذهن اصلا نمیچرخه و متمرکز تمام میمونه هنگام رابطه جنسی هست و برای همینه که رابطه جنسی یکی از چیزاییه که برای افراد خیلی لذت بخشه. اینکه تماماً ذهنشون فوکوس میشه متمرکزه و این رو هم میدونید که اونایی که مشاوره مسائل زناشویی دارند نقطه مقابلش هم میدونن میگن اگر در حین رابطه افراد فکرشون سرگردان بشه اون موقع دوچار اختلالات و ناتوانی جنسی میشن یعنی نباید دیگه تو اون لحظه فکر کنه قصد چی شد وام چی شد نمیدونم الان ماشین دم دره نیان بزنن بهش میدونید اون ذهن سرگردان شروع میکنه به این چیزا کردن دیگه میگرده مسائل پیدا خب ادعای برگردیم با مزمان کتاب از از آخر دوباره برگردیم به اول تو فصل اولش اینو میگه میگه به نظر میاد که درد فیزیکی با درد روانی یک همپوشانی خیلی جدی داره این جزء پیش های بسچن است و به چند مطالعه اشاره داره اینا مطالعات جالبی هستند که راستشو بخواین نظر شخصی مو بخوام بگم خیلی قشنگن ولی توشون شک دارم و بایستی که با تعداد نمونه های زیادتر اینا تکرار بشن و بتونیم در واقع به نوعی مطمئن بشیم که این مطالعات درست هستند این مطالعات به چه چیزی اشاره دارن؟ بیشتر این مطالعات جالبه روی یک در واقع سلسله آزمایش هستند که داروی آستامینوفن توش درگیره مثلا 2010 ناتان دوال و نیومی آیزنبرگر من به این مطالعه به صورت گذرا در مقوله ترد شدگی اشاره کردم استامینوفین ردیوس social pain بیهیویرال and neural evidence. درد اجتماعی رو کاهش میده حالا داستان این سلسله مطالعات آستامینوفن چیه؟ یعنی چرا پیشفرز در واقع بسیان اینه که درد بدنی با درد روانی هم پوشانی دارند یعنی اون چی که ما به عنوان رنج عذاب و در واقع ناکامی اینا میدونیم با ما به ازای بدنیش مربوطه مثل دندون درد مثل در واقع سردرد و جالبه این سلسله آزمایش ها متکی بر چند یافته هستند یافته اول وقتی اومدن تصویر سازی کردن از مغز افراد با دستگاه هایی مثل دستگاه ام کارکردی، کار کردی اف ام دیدن زمانی که مثلا یک سوزن به طرف میزنند یا بخشی از بدن او درد میگیره همون کانون فعال میشند که به او درد روانی وارد میکنند مثلا میگن دوست نداریم یا این چه قیافه یه درست کردی یا چرا امروز اینقدر زشت شدی و در واقع این حس رو داره که عدم خوشبختی با عدم احساس درد یکی هست این دستمایه خیلی از متفکران شده که از آنها نام میبره مثل دیوید پیرس اینا متفکران خاکستری هستند که گفتم ببین بشر همونجور که تونست تو علم درد رو کنترل بکنه شاید بتونه عذابم کنترل کنه شما الان دندون پزشکی میری قاعدتا نباید درد بکشی این دندون پزشکی هم خیلی مانوب میدن روش برای اینکه میگن 100 سال پیش راست میگن خیلی عذاب میکشید یا بسیاری از فرایندهای پزشکی که دردناک نیست شما میری عمل میکنی به هوش میای و بعضی تازه دارن قشقش میخندند در صورتی که کلی در واقع شکمش رو باز کردن و جراحی کردن و به کمک مورفین داروهای بیهستی و بیهوشی شما درد نمیکشید دیوید پیرس میگه بشر میتونه همین کار رو با عذاب بکنه و فرایندی رو نام میبره به نام پارادایس انجینیرینگ مهندسی فردوس یا مهندسی بهشت میگه این رفاه و مداخلات در واقع حالا پزشکی زیستی اجتماعی میتونه شما رو به احساسی که همونطور که در پزشکی به بی دردی کشونده شما جراحی ها دیگه درد نداره اندوسکوپی دیگه درد نداره کولونوسکوپی درد نداره دندون پزشکی درد نداره برسونه میتونه این کاری هم بکنه که زندگی دیگه درد نداشته باشه یعنی شما به این مرحله برسی که بگی والا هیچ جا درد نمیکشم و در واقع بحث بسچن از اینجا شروع میشه میگه اگه اینجوری باشه خب اون مقدمه ای اون نقض میشه یعنی شما بدون رنج هم میتونی به خوشبختی برسی خب در ادامش میاد مقالاتی رو ارائه میده که میگه که ماهیت درد بدنی درست در واقع با ماهیت درد روانی شبیه ولی دقیقا یکی نیست و اون مطالعات آستامینوفن چی میگفت مطالعات آستامینوفن اینو میگه تعداد زیادی مقاله هست که توش آستامینوفن به کار بردن و اینو نشون دادن وقتی آستامینوفن میخوری همونجور که درد بدنی کم میشه دردای روانی هم کم میشه مثلا خیلی خفیف مثلا در یک مطالعه همینی که براتون خوندم مال آستامینوفن ریدوس سوشال پین توی 21 روز که افراد آستامینوفن روزی هزار میلی گرم یعنی دو تا قرص 500 خورده بودن کمتر چیزای زندگی بهشون برخورده بود احساس هرت شدن هرت یک اسکیل داره یک مقیاس داره تو مقیاسش اینجوری شده بود که من امروز به این ام برخورد وقتی فلانی اون حرفو زدم رفتم اونجا احساس کردم منو تحویل نگرفتن دلم شکست و بعد دیده بودم اونایی که آستامینوفن دارن میخورن به طور میانگین کمتر از اون یکی ها احساس ترد شدن و بهشون برخوردن داره و یه دفعه گفتم ببین مسیرشو میتونیم پیدا کنیم یعنی همونجوری که ما ضد درد داریم میتونیم زده برخوردن و ضد زود رنجی و ضد سرخوردن و اینا هم داشته باشیم حالا این مقدمه رو تو فصل اولش میگه و در واقع اشاره ای داره که با دید شک باید به این نگاه کرد منم فکر کنم با دید شک باید نگاه کرد یعنی واقعا آستامینوفن این همه کار میکرده به من نمیدونستیم و حتی نشون داده بود که آستامینوفن تو بعضی از افراد که حالت بخشندگی دارند حالتی دارند که دیگران رو میبخشند بهتر تونسته این حالت رو اثر بذاره اینا میتونه خطاهای آزمایش باشه ما در علوم رفتاری از اینا زیاد داریم خیلی از این مطالعات تکرار نمیشند ولی حالا تای ذهنمون باشه همچین چیزی باز به مقاله جالب دیگری اشاره داره یعنی ببین طرز فکرش بیشتر مقاله معرفی کرده که این هم به نظر من مقاله خوبیه که میتونیم روش فکر بکنیم The pursuit and assessment of happiness can be self-defeating در واقع دنبال کردن و سنجش شادکامی میتواند مخرب باشد و آدمایی که اینو نوشتن آدمای برجسته بودن جورج لوونستاین هفته قبل ازش نام بردیم دن آریلی دن آریلی هم شما میشناسید این کتاباش تو فارسی ترجمه شده و جاناتان سکولر کار اینا چی بوده کار اینا این بوده که نشون داده اگر آدم ها رو در حین فرایند مثل تماشای یک فیلم یا یک فعالیت اجتماعی ازشون بخوای که مرتب میزان خوشی و شادیشون رو ثبت بکنن و علامت بزنن دیدن در مجموع مقدار خوشیشون میاد پایین یه چیزی میگن پولاتو نشمور کم میشه خلاصه پژوهش اینا اینه خوشبختیاتو نشمور کم میشه و دیدم که اگر شما تمرکز بکنی که ببینی آی من چقدر خوشحالم آی چقدر غمگینم ای شروع میکنه خوشحالیت میاد پایین حالت دوم وقتی افراد سعی میکنن خودشونو خوشحال کنن بدتر میشه و پیامی که این داره میده اینه این پیام براتون کاربردیه پیام کاربردی میخواین اینجا بنویسید تلاش من برای اینکه خودم رو شاد کنم معمولا شکست میخوره و تلاش این برای اینکه هی بسنجم من چقدر شادم به ضررم تموم میشه در واقع عنوان مقاله خیلی گویاست حالا روش شناسیش رو نگاه کنید بیشتر توی حالتهای گذرا بوده گفته The pursuit And assessment of happiness can be self -defeating. دنبال کردن و سنجش شادی مخربه. ضرر میکنی پس به عبارت دیگر اگر شما ناشادی هدفت نباید باشه شادی مزیاد کنم. هدفت باید باشه یه چیزای دیگر رو تغییر بدم. اگه زور بزنی شادی تو بیشتر کنی یا هی بسنجی امروز شادم امروز شاد نیستم امروز چقدر شادم بدتر میشه این یه جوری به نظر میاد حتی از مثال هایزنبرگ زده بود میگفته این اسم هایزنبرگ هم که خیلی مود شده که بدون اصل هایزنبرگ میگفت شما نمیتونی موقعیت و در واقع انرژی یک پروتون رو بسنجی چون تا میخوای اندازه گیریش بکنی خودش تغییر میکنه میگه شاد کامیرم تا بخوای اندازه گیری کنی افت میکنه تا بخوای زیادش کنی افت میکنه پس راه حل چیه من چجوری چی میتونم شاد کامی خودم رو زیاد کنم؟ از فصل یک شروع میکنه این پیامو میده که باید رنج و تلاش تو زیاد کنی اگه میخوای شادکامی زیاد زیادی. میدونی این یه ذره عکس اون چیزیه که شما تو افسردگی دارید که افسردگی سعی میکنن خودشون رو شاد کنن تفلکی ها تلاش میکنن نمیتونن هی با به خودشون رویه میدن ببین امروز بهتر شد امروز میره بهتر میگه نه مثل که باید اونوری انجام بدی که عکسش به شادکامی مونده یا تاس گفتی اولش گفته بود هیچ راهی برای رسیدن به شادکامی واقعی بدون درد وجود ندارد یعنی خودتو تو باید اون موقع بندازی توی یک سری هچل تا اتفاقا شادکامیت بره بالا منتها خب افراد افسرده نه این رو بکنن برای خودشون مشکل درست کنن در طی زندگی داره میگه میگه برای اینکه اگر میخوای خوشبخت بشی باید کم کم خودت رو به رنج و درد مواجه کنی که او سرمایه‌ای بشه برای افزایش شادکامیت مستقیم بخوای شادکامی رو ببری بالا کار خراب این خلاصه فصل یکش فصل دوش اه با ف... اسم فصل دوش هست Cotton Wool Generation در واقع نسل پنبه خب از همون خانوم جین توی جی نام میبره و میگه که ببین نسل جدید دچار این مشکل شدند حالا این دیده اونها دیده کتاب که اینها با سختی و رنج کمتر مواجه شدند حالا جمعیت متوسط شهری رو فرض کنید من میدونم در کشورمون بسیاری از انسان ها محرومند و در شرایط بدی هستند کاملا میدونیم ولی بالاخره یه طبقه شکل گرفته که تو زمستون انگشتاشون دیگه یخ نمیکنه یه طبقه شکل گرفته که تو تابستون آب یخ دارند کولر دارند یخچال دارند یا تشنه و گرسنه نمیمونند و فرزندانشون لااقل میگه شب سیر میخوابند آره ما در کشورمون گرسنه داریم ولی یه طبقه پیدا شدن که دیگه سیر میخوابند و کولر دارند و صحبت بر سر این بود که کاتن وول جنریشن اینا وقتی مواجه نشدن با رنج اینا به افت شادکامیشون منجر میشه و تلاشی که اینا میکنن خودشون رو بکنن کمتر میشه چند تا مبحث رو داره مرور میکنه یکیش اینه که این رو از کتاب اپیدمی خودشیفتگی زندگی در عصر میشه گفت خودکامگی این نوشته جین تویجیه این کتاب قبلی او هست همونی که گفتم کتاب ای جن رو داره میگه که ببین کار به جای رسیده که علاوه بر اینکه رفاه زیاد شده افراد هم مثل این که خیلی تلاش نمیکنند و این رو نقل قول میکنه از کتاب تویجی I'm just fantastic not because I did anything but just because I'm here من فوق العاده نه برای اینکه کار مهم می بلکه برای اینکه صرفاً اینجا هم. او معتقده وقتی تلاش رنج سرسختی و ستیز با مشکلات ارزش نباشه و بگن انسان ها صرفا به خاطر حضورشون ارزشمندن دوچار این حالت خواهند شد و نقدی داره بر جامعه مدرن غربی میگه یکی از دلایل اینه که سعی میکنن به افراد نه تنها در رفاه هستند رنج کمتر میبرند شرایط مهیاتره ظاهرا بدون تلاش هم باز مورد تمجید و بازخورد قرار میگیرند این یک جریانی است که در روشن فکری غربی داره شکل میگیره و باورشون بر اینه که خلاصش رو ساده و به زبان خودمونی بگم حالا اینکه چه قدرش برای ما مستاق داره من نمیخوام بگم من به نظر من نداره من جزء فضلایی که باش مخالفم ولی او باورش اینه که در جامعه غربی بچه ها رو لوس کردید لوس کردن هم از چند طریقه یک رفاه زیاد شده دو رنج کشیدن کم شده سه به قول جین توی جی در واقع شما نیازی نیست کاری کرده باشی که ازت تعریف کنن به صرف اونجا بودنت ازت تعریف میکنن و همه خوبن و همه مورد در واقع محبت کامل هستند پس نیازی به زحمت کشیدن نیست نمیدونم چقدر درست باشه آیا این یه مد روشن فکریه؟ آیا اونهایی که گفتم از ترس اقواگری بیخردی یه ذره به تنشون لرزیدن با بچه ها دیگه شلوغش نکنین دیگه ولی در نیون یه ذره به جنبید ما نباشیم فاشیستا میانا فاشیستا رژه میبرنتون میگن برید با سرنیزه بجنگید و اگرم چیز شدید بالاترین چیز اینه که جنگیدن بالاترین نمیدونم لذت زندگیست پس یه ذره دیگه شل رو بذاری کنار یعنی شاید این جریانی هست که داره شکل میگیره و تو نوشته ها ما داریم میبینیم ببخشید من اینجوری یه ذره ساده میگم برای اینکه براتون جا بده یکی از این جریان ها که خیلی خیلی صدا کرده کتابی است این رو من میخواستم معرفی کنم دو دل بودم من خودم نمیدونم Cuddling the American Mind میشه در واقع لوس کردن ذهن آمریکایی گرگ لوکیانوف و جاناتان هایت نوشتن جاناتان هایت تو ایران شناخته شده است چند کتاب ازش ترجمه شده و داستان این اینه من به دلیل معرفیش نکردم دو دل بودم من میگم خب چه ربطی به ما داره که ما جامعه آمریکاست بحث سادش اینه میگه لوس شدن دیگه و این لوس شدن از اینیه که شما هر چی نگین که بهشون بر بخوره اینجا میخوام یه استفاده بکنم برای دانشجویان خودمون اینا از جریان شاکیان چه جاناتان هایف چه گرگ لوکیانوف چه باستیان به نام تریگر وارنینگز trigger warnings میشه خوشدار تلنگرها داستانش اینه میگه کم کم مد شده که شما میخوای سخنرانی بکنی میخوای مطلب علمی سر کلاس بگی باید به قبل هشدار بدی دیدی مثلا فیلم میاد این فیلم دارای صحنه های آزاردهنده است که طرف اگر خواست نگاه نکنه در مورد مطالب علمی هم دارن اینو میگن مثلا ما میخوایم راجع به مقوله انحرافات جنسی صحبت کنیم یکی ممکنه بهش بر بخوره آقا این چیزا چیه داری میگی باید قبلش هشدار میدادی من سر کلاس نشینم یکی میخوایم راجع به تفاوت های نژادی صحبت بکنیم یکی میخوایم راجع به مقوله جبر و اختیار صحبت بکنیم میگه چیه اون جلسه آزاردهنده است میگه فکرمو به هم میریزه شما هم من تو بعضی کامنت ها خوندم البته احساس نکردم که به اون شوری کادلینگ امریکن مایند هست که آقا این چیزا راجع به جبر اختیار میگه رو ذهن ما به هم میریزه ما یه عمر یه فکر فکر میکردیم درست الان شک کردیم من الان شب خوابم نمیبره من اعصابم خورد شده من ناراحت شدم و معتقده که جامعه داره کودکان رو از مواجه شدن با افکار متناقض حفاظت میکنه و این خطرناکه یعنی کاری که من دارم میکنم و عکسش رو انجام میدم و معتقدم مفیده یعنی من دارم همسو با گرگ لوکیانوف و جاناتان هایت عمل میکنم آره یه چیزایی میگم ذهنتون به هم بریزه تا دیروز فکر میکردین این وجود داره ممکنه باید بگین نه اینجوری نیست تا دیروز اینو فکر میکردین و ممکنه هم هست آخه نفهمیدیم چی گفت یه ساعت حرف تا آخه گیج تر شدیم آره میگه یکی از چیزهایی که ترسناکه اینه اینا میترسند با اطلاعات متناقض مواجه بشن چون اون کاخ اندیشه ای که ساختن فرو میپاشه و این یکی از رنجاشونه خب اگه من فهم فهمیدم که مثلا بشریت اینجوریه یا فهمیدم بیماری روانی اینجوری بوده یا اصلا وجود نداشته یا مثلا همین الان من فهمیدم که این رفاه بیشتر به کاهش معناداری زندگی منجر میشه من خوابم نمیبره من اصلا ناراحت شدم و مد شده میگه قبل سخنرانی ها مجبوری شما بگی مثلا به اینا میخوام صحبت کنم که طرف ناراحت نشه اون وسط یه دفعه بهش بر نخوره و تریگر وارنینگز و کانسلیشن پالیسی هست که بعضی رو افراد این سخنرانی نکنه ما ناراحت میشیم یعنی یک سانسور عقیدتی شکل میگیره که سانسور در راستای حاکمیت نیست سانسور در راستای اینه که به تریج قبای عده بر نخوره برای اینکه ذهنشون مقشوش میشه ذهنشون به هم میریزه و اون معتقده که آره اینم یکی از اون حوزههایی که ما داریم کودکان رو خیلی محافظت میکنیم و مادران هلیکوپتری اصطلاحی است که خیلی مد شده مادر هلیکوپتری یعنی اون بالاس برای امداد امداد خود رو با هلیکوپتر میاد هر جای کمه این رو پوشش بده و باز به مقالات جالبی اشاره داره مثلا یکی از مقالات بررسی کرده که A نمره A نمره A از سال 1940 تا 2009 نگاه کرده به شدت در حال افزایشه و یه زمانی A تقریبا 15 درصد نمرات دانش آموزان و دانشجویان بوده در صورت که الان 45 درصده و با B تقریبا 85 درصد رو می سازن. یعنی تقریبا به همه ایوبی میدن دیگه بهشون بر نخوره بچارا تروماتیزه نشن بچارا روحیشون خراب نشه یه حس چیز پیدا نکنن برای همین شروع کردن چیز میگه خب اینم یه داستانه دیگه یعنی اینم جزء یکی از چیزها. حالا اینو میگم نمیدونم چقدر بحثش در واقع به کشور ما مستاق داره یا باید حواسون باشه آیا ما این وریم آیا باز باید هنوز لوستر کنیم ذهن کودکان رو یا نه به اندازه کافی لوس شدن دوباره برگردیم مواجه بشن با تناقض مواجه بشن با سختی و ناکامی چون ادعاش اینه که تا اینا نباشه احساس شادکامی شکل نمیگیره یا مسئله دیگری که باز مطرح کرده اینم مقاله جالبیه چون یک هموطن روش کار کرده خانم یلدا تهرانیان که در مورد این بحث کرده که سال 1967 یعنی تقریبا 50 خورده سال پیش بیشتر آرمان یا هدف برای نوجوانان تعلق اجتماعی نیکوکاری و کمک به دیگران بوده در صورتی که در مطالعه 2007 اولویت اول مشهور شدن معروف شدن و دوست داشته شدن توسط دیگران بوده یعنی باز اون داستانی که بدرخشم و تو زرورق باشم و کسی بهم هم توهین نکنه و همه منو دوست داشته باشن یه جوری فصل دو رو اینجوری جمع میکنه که میگه نسل بعدی در مقابل مشکلات آسیب پذیرتر بار اومده و این به دلیل عدم مواجهش با رنج، ناکامی و سرسختی هست مثلا نمره راحتتر بهشون داده میشه همه رو تمجید میکنن از همه تقدیر به عمل میاد به صرف حضور در کلاس ازش تقدیر میکنن از هم برگه صاف صاف راه رفته ازش تقدیر میکنن و معتقده که خب این با اون سیاست که اول کار گفت منافات داره حالا میگم شما به عنوان یک شهروند هوشمند و متفکر باید فکر کنید حرفش درسته یا نه مثلا به نظر من من با جین تویجی موافق نیستم من که یه شلوغ بازی داره در میاره برای اینکه این چیزها برای والدین خیلی جذاب ها بچه های لوسی که هیچ هدفی تو زندگیشون ندارن و فقط خوش میگذرونن و فقط به تفریح فکر میکنن این خیلی قاب والدین رو میدزده و خیلی دوست دارن که این چیزها رو بشنون که ها ببین نسل ما همش تلاش و کوشش بود ما تو اون سرما نمیدونم پا میشدیم تو یخ نمیدونم دستمون رو میشستیم و هموممون سرد بود چی بود <applause> با چیز اینا تو رفاه هم باز قرم میزنن می خب این میتونه خیلی دستمایه جذابی باشه یه ذره باید با دید انتقادی بهش نگاه کرد من فکر کنم اینجا بسچین یه ذره دوست داره گیشه رو هم ببینه میریم فصل سوم Painful Pleasures او به نقد لذت میپرد که برخلاف این که شما تصور میکنید ما یک درد و یه بی دردی داریم یا لذت و رنج داریم اینا چقدر راحت میتونن به هم تبدیل بشن و در واقع برخلاف تصور شما که اینا دو تا وجود ثابت و پایدار هستن این گونه نیست یعنی این حالت بسیار شکننده است و مثال هایی رو میزنه یک سری پژوهش هایی هست که امثال کانمان تو اقتصاد رفتاری و اینا انجام دادن به عنوان مثال وقتی شما بهت بگن که قراره که توی یه مسابقه شرکت کنی و 38 دلار ببری در مقابل 8 دلار میبری احساس سرخوردگی و منفی پیدا میکنی در صورتی که 8 دلار مردی دیگه مفت بوده برعکس اگر شما بگن که 38 دلار قرار جریمه بشی و بعد بعدا 8 دلار جریمت کنن شما دوچار شادی میشی میگه عجب شانس آوردم حس خوبی داریم خوشبختانه 30 دلار تخفیف دادن در صورتی که اصلا 8 دلار هم ضرر کردیم به اینها میگه هدونیک فلیپ فلیپ یعنی اینجور پشتک زدن ملق زدن در واقع میگه هدونیزم و لذت ملق میخوره پس ما به صورت قدر مطلق نمیتونیم بگیم چیزی لذت بخشه یا چیزی در واقع دردناکه این باید تو کنتراستش باشه در ادامه فصل سه به یکی از پیچیده ترین و به نظر من چالشی ترین بحث های روانشناسی به نام اپوننت پروسس کار ریچارد سولومان میپردازه. ریچارد سولومان 1974 این نظریه رو مطرح کرد و از اون چیزایی مثل معمای ریاضی ذهن آدم رو مشغول میکنه مثالی که ریچارد سولومان میزنه اینه دوستان. پس الان بحث ما سر اینه که میگه که خوشی فکر نکن یه چیز قدر مطلقه مثل کالوری خب شما کالوری هر بی بیشتر بخوری اینا خیلی نسبیه و با منطق ریاضی نمیخونه اوج این قضیه شاهکار این قضیه اپوننت پروسس تیوری ریچارد سولومون مثال میزنه مثالی که سولومون میزنه اینه 1974 برای قانون ها مستاق داره ولی حالا شما آقایون برای خودشون یه جور معادلش رو فکر کنن همینجور که اینجا نشستید متوجه یک توده ای در سینه میشید یه لحظه این چیه این از کجا اومد من؟, من داشتم خیلی خوب زندگی میکردم همه چی خوب بود ای وای این تومور نباشه و امشب میرید تو فکر خیلی پکر میشید زنگ میزنید این مثال خود سلیمان هست زنگ میزنید خانواده به خواهر مادر ببین یه توده اینجا پیدا شده این چیه بعد میرید ممکنه مطلب میخونید سرطان نباشه تومور نباشه فردا شب خوابتون نمیبره بسیار ناراحتید مستربید صبح میشید به یکی از همکارا میگی، او سعی میکنه برای شما وقت ماموگرافی بگیره وقت پزشک بگیره خلاصه با کلی هرس خوردن و دوندگی و خرج کردن و نمیدونم چی سه چهار روز بعد شما رو میان تست میکنن بررسی میکنن شما همش تو استرابی تو دلشوری هفته دیگه این موقع نتیجه آزمایش میرسه که خوشبختانه خوشخیمه و شما خوشحال میشی شیرینی میخری با همه محبت میکنی به همه شروع میکنی در واقع خوبی کردن و اینا و خلاصه خیلی هم کیف میکنی حالا شما یه ذره نگاه کن این منطقی هست از این هفته تا اون هفته عملا هفته دیگه اگر این سناریو این گونه پیش بره شما سر جای همین الانتون هستید همین الان قبل از اینی که اون توده رو پیدا کنید ولی اون موقع خیلی کیفورتر و سرخوشترید یعنی چی؟ یعنی مثل آدم خودش برای خودش چالش درست کنه یا یه چالشی بر بخوره. بعد بخوره و چالش به خیر بگذره رویش خوب میشه و بعد سوال اصلی اینجوری آدم میتونه برای خودش خوشبختی درست کنه یعنی خودم بنویسم تو آچه البته که از تو آچه لمیان آخرش خلاص شدم و بعد شاد بشم البته اون هم هستا یعنی شما میتونی یه لذت رو خراب بکنی و ذره حالا صحبتی که هست به نظر من بروک اینو ناتمام میذاره و این اپوننت پروسس یکی از معماهای لذت طلبی ماست که آیا اگه ما برای خودمون رنج درست بکنیم درد درست بکنیم بعد که درد رو برمی آیا به قول این چیزها برمی‌گردیم سر مایه اولیه‌مون یا اینکه جلو افتادیم بدونی تو اقتصاد نمیشه که به خودت پول قرض بدی بعد قرض خودتو پس بدی بعد روز بعد همون مقدار رو داری ولی به نظر میاد ذهن ما اینجوری کار نمیکنه و این یکی از معماهای هدونیزمه به هم دلیل او معتقده که در واقع وقتی شما رنج رو ایجاد میکنی این رنج میتونه مثل تولید به افزایش شادکامی بیشتر شما منجر بشه حالا اگر شما همین الان یک گرفتاری تو زندگیتون پیدا شد و انشالله تو چهارشنبه بعد به خیر گذشت و داشتید لایو بعدی رو نگاه میکردید به این فکر کنید که اون شادی اضافه از کجا اومده اون در واقع سود اون رنجیه که کشیدید اینجاست که بسجن به قدم بعدی اشاره میکنه اگر اگه این تکرار بشه چی؟ فکر کن هر هفته یه دونه از این گرفتاری ها برات شروع بشه ای وای حالا چشمم یه چیزی شد یکی گفت این چیه رفتم ماینه کردم گفتن این مشکوکه ای وای رفتم فشارخونم رو گرفتم بالا بود بعد این درست شد هی hey, هر دفعه یه چیزی ای وای رفتم سند خونه رو نگاه کردم دیدم پلاک ثبتی ایراد داره ای وای ببین هر کدوم از اینا تا بخواد درست بشه یه هفته انجام میری بعد که درست میشه به خیر میگذره احساس خوبی خواهی داشت تکرار اینا چی میشه این به قوی تر شدنت منجر میشه یا بعضیا میگن که خب اون ورش هم هستی که طرف میشکنه فرو میپاشه من توی کامنت ها میگم عرض کردم عذر میخوام نمیرسم بخونم ولی بعضی هاشو همینجا دیدم این نفر نظر جالبی مطرح کرد که فرق پی تی اس دی چی میشه خب اگه رنج زیاد بکشی از کجا معلوم که قوی و شادکام بشی ممکنه پی تی اس دی بشی اینجاست که بسچن یه جمله قشنگی میگه میگه هولی گریل هولی گریل میدونید اون جام مسیح مقدس بوده که حالا اون دن براون و اینا راجبش رومان نوشتن که در شام آخر توی داوینچی پس هولی گریل کو میگفتن دنبال اون جامی میگردن که حضرت مسیح آخرین بار در اون شام آخر ازش استفاده کرده حالا اسطوره ها افسانه ساختن ولی اصطلاحی در غربی هست که هولی گریل یعنی چیزی که دیگه حسابی دنبال شید میگه هولی گریل ما در روانشناسی اینجا اینه از کجا بفهمیم رنج کشیدن باعث سرمایه خوشبختیمون میشه از کجا بفهمیم باعث پی و بدبختی میشه چون اونور کارم ما آدمایی رو داریم هی از این بلاها اومده سرشون درسته به خیر گذشته ولی میگن دیگه خسته شدم دیگه مستعلق شدم این استراب مزمن منو داره میکشه من دیگه نمیتونم در واقع دفاع کنم پس پیچیدگی کار اینجاست خب اگه ما رنج به آدم وارد کنیم از کجا معلوم این رنج خوب تموم بشه اومدیم طرف فرو پاشید افسردام تفلکی ها این هن دیگه این میگن اینقدر بدبختی اومده سرمون اینقدر بلا اومده سرمون که در واقع ما فرو پاشیدیم دیگه هر هفته یه مشکل هر روز یه بحران حالا به خیر میگذره ولی روحیه رو تحلیل برده از چجوری بفهمیم که این به نفعمون تموم میشه یا به ضررمون تموم میشه این قسمت کاربردیش اینه Holy Grail اون جام مقدس اینجاست این از کجا میشه یه راهش اینه که به مردم هی بدبختی وارد کنیم ببینیم کیا میشکنن کیا قوی تر میشن باز تو کامنت ها دیدم اون جمله رو از نیچه نوشته بودن آن چیزی که مرا نکشد مرا قوی تر خواهد کرد نکتهش اینه که نلوزومن نلوزومن بعضی یا بعد از چند بار بالا اومدن حسابی زمین میخورن افسرده میشن ما اختلال پی تی اس میگن اینا که از ترس جنگ اینجوری شدن افسرده ها رو دیدی اینا میگن دیگه خستگی ما رو فرو خورد به هم ریخته پس اینجاست که قسمت قشنگتر کتاب ظاهر میشه مقدار از وقت عقبیم باید تندر صحبت کنم ولی چجوری ما جدا بکنیم این رو که این رنج سازنده است این رنج مخربه به چند پژوهش اشاره داره مثلا یکی از پژوهشها اینه که تو ویرجینیا تک اتفاق افتاده اینو بذارید در فرصت دیگه براتون مبسوطت توضیح میدم ویرجینیا تک میدونی اون بود که یک نفر اومد و تعداد زیادی آدم رو به گلوله بست و 33 و و نفر کشته شدن. تا حالا چرا این مطالعه ای ویرجینیا اهمیت داره؟ برای اینکه قبل از اینی که بریزن تو اون مدرسه افراد رو به گلوله بندن، تعداد زیادی در حال تست روانشناسی بودن. یعنی پرونده داشتن. یعنی قبل از واقعشون رو میدونستن. بعد واقعه اومدن دیدن این اتفاق افتاده. یه عده هیچ تغییری نکردن. یه عده ای دو افسردگی، حالت‌های پی‌تی‌اس‌تی شدن. با کمال تعجب یه درصدی گفتن زندگی بعد از اون چلیکه خیلی بهتر شد. اصلا معنی پیدا کرد من همش قر می زدم من همش سرخورده بودم من همش افسرده بودم ولی الان احساس خوبی دارم شاید مثل همون اپوننت پروسس ریچارد سولمان دیگه زنده موندی میتونستی بمیری و بعد من خیلی شاکر شدم خدا رو شاکرم دیدی زنده موندم اصلا همینجوری که دارم راه میرم دیگه اصلا با خودم قرار گذاشتم دیگه نق نزنم دیگه نگم زندگی پوچه اونا فرقشون با اون یکی چیه و چه چیزهایی رو توش درآورد چند تاشو بروک بسچین اشاره میکنه شاید به دردتون بخوره که بدونید ولی میگه این هولی گریل این جام مقدس هنوز گمه پیدا نشده ای کاش ما میدونستیم کجا وارد عمل میشه من نظر شخصی من آخر سر براتون یکیش برمیگرده به همون مطالعه که هفته قبل بهتون گفتم اون آب یخی یادتونه گفتم دستو میکنن اون تو و آب یخ وارد میشه این در فصل چهار به این میپردازه getting tough سرسخت شدن چجوری بدبیاری و رنج به سرسخت شدن منجر میشه تو بعضی ها به قوی تر شدن منجر میشه تو بعضی ها فرو میپاشند چون اومد نیومد داره دیگه خودتو بندازی تو حچل ممکنه برعکس حسابی افسرده شروع افسردگی ها متعاقب وقایع پر استرس بوده چجور بفهمیم یک یکی از یافته ها اینه گفتم اون افرادی که دستشون کردن این تو و بعد دیده بودن بعضیا اون آب یخ خیلی اذیتشون میکنه هفته قبل گفتم اصلا یه دفعه اشکشون در میاد گریه میکنن اصطلاحا میگن فاجعه سازی میکنن کاتاستروفایز میکنن شما هم دیدی مثلا یه دفعه فرض کن مثلا تو خیابون ماشین تصادف میشه بعضی پیاده میشن گریه میکنن در موندن دیدی بدبخت شدم خب من چی شد در مقابل یه ممکنه مثل این فیلم های پلیسی دادا تازه شروع شد یعنی مسیر کدوم میره یکی از یافته ها این بود تعداد بدبیاری هایی که تو زندگی داشتیم هفته قبل براتون گفتم اونایی که بر اساس اون پرسشنامه وقایع ناگوار زندگی دیده بودن بین چهار پنج شش تا واقعی تو زندگیشون بوده اونا احتمالاً به دردن یه چالش اومد حلش میکنن منجر میشه اونایی که تو دو منتها الی هستن وحشت میکنن پس پیام اول وارد ساختن بخشی از وقایع ملایم به انسانها و اونها را در محدوده معینی از رنج و ناکامی نگه داشتند این میشه اصل اول دیگه چه چیزهایی پیدا کردند؟ یه یافته مهم توی اون مقالات بود مثل این کاراگاه ها هست که همش مثلا تو فامیلا دنبال قاتل میگردن بعد میگن نه قاتل مثلا تو اصلا این نبوده قاتل مثلا از دوستاش بوده اومدن گفتن نکنه اصلا ما داریم اشتباه دنبال میگردیم ربطی به شخصیتشون نداره ربطی به زیرساخت روانیشون نداره به اون کاریه که بعدش انجام میدن اومدن تو همون داستان ویرجینیا تک رو دنبال کردن مشابه اون رو نگاه کردن دیدن اونایی براشون موفق در میاد و به رشدشون منجر میشه که شروع میکنن برای خودشون متاقب واقعی ناگوار شبکه های اجتماعی درست کردن میرن دوست پیدا میکنن میرن به بقیه یه جوری کمک میگیرن یعنی بسیج کردن حمایت از دیگران و حتی میگن بخش یه دی حتی از این روانشناس ها وجود دارن میگن اصلا کل قضیه رو ما با همین توضیح میدیم یعنی اونی که تصادف میکنه و بعد از اون تصادف احساس خوب داره هفته بعد میگه الحمدلله به خیر گذشت و اینا این اونیه که تلفن داره به این و اون میگه اسرارش رو به دیگران میگه و میگه بیاین کمک از دیگران دست کمک میگیره شروع میکنه با دیگران رفتار افیلیتیو یعنی چی؟ یعنی با دیگران اخت شدن بعد از واقعه بیشتر به خانواده سر میزنم بعد از واقعه قدر دوستامو میدونم زنگ میزنم بیام خونهشون بعد از واقعه من قبلا یه آدمی بودم خیلی اصلا به دیگران محل نمیذاشتم تولد کسی بهش کارت نمیدادم تبریک نمیگفتم دیدن ایادت کسی نمیرفتم بعد از اون شروع کردم این کارها یعنی میگن اصلا ربطی به شخصیتت نداره این کاری که بعدش میکنی اونم که بسیج کردن حمایت اجتماعی و دریافت حمایت و افزایش اتصال معنوی به دیگران این میتونه همه رو توضیح بده اونی که میشکنه در مقابل اون که اصلا به قوی بودن و ضعیف بودن نداره یکی دیگهش اینه یکی دیگهش این باز بسچین رو این مانور میده منم دوست دارم ببین توی علوم رفتاری و روان متاسفانه ما یافته های خیلی واضح قابل اندازه گیری اینی نداریم همش گزارش فردیه یعنی از طرف میپرسن که خب بعد این واقعه فرو پاشیدی یا قوی شدی این واقعه برا ترس بود وحشت کردی یا اینی که حس کردی از پسش برمیان و خیلی از پاسخهایی که ما میدیم دستکاری شده است یعنی از طرف رو بپرس ببین چی میگه خیلی معتبر نیست در این حوزه دست... دستکاری میشه مثلا من آدم قوی هستم من آدم قوی هستم تو فیلم دیدی یا از یه جا شنیدی یا به خودت داری میگی یکی از چیزهایی که من خدا خدا میکنم درست باشه ولی خب میگم این یافته ها رو همیشه باید با احتیاط نگاه کرد پدیده است که بهش میگه چالش در مقابل تهدید و این رو چندی پیش ای از فیزیولوژیست ها و روانشناس ها و پزشکان با هم متوجه این شدن داستان اینه وقتی شما با یک چیزی مواجه میشی که بلقوه دردناکه تو اون لحظه پردازش میگی این یه تهدیده یا یه چالشه مثال بزنم مثلا فرض کن یکی میگه آقا حریف ما هستی مثلا حاضری بیای این بازی رو بکنیم این شرط رو بکنیم کشتی بگیریم سرشاخ بشیم گلاویز بشیم آیا میخوای بری امتحان بدی ببینی نفر چندم میشی آیا حاضری با این زور بازو بکنی مچ بندازی آیا حاضری وارد این جنگ بشی ببینی چی میشه میگن ذهن شما میتونه اون رو یک چالش ببینه چالنج یا یک تهدید ببینه همون دادادایی که گفتم تو این فیلم ها دیدین مثلا اون قهرمانه یه جور هم آماده میکنه اون فیلم وسترنا و فیلم پلیسی ها و اینا، یعنی این داره لذت میبره شروع شد باز به تاریخ برگردیم و هیتلر میگن وقتی عملیات نورماندی شروع شده متفقین تو سواحل فرانسه پیاده شدن خیلی از جنرال هیتلر ترسیده بودن و با کمال تعجب نه هیتلر خوشحال اومده بیرون داره دستاشو و من شروع شد یعنی این فقط ذوق کرده بوده که منتظر بوده که حالا میجنگیم ببینیم کی میبره یعنی بیشتر چالش میدیده این رو شما میگن که بیا برو امتحان بده این تهدیده یا چالشه میتونی ببری نفر اول شی میتونی حسابی شکست بخوری کدوم میبینیش این یافته ها اینو میگفت میگفت یه اومدن گفتن بیا شاید از رو قلبشون بشه فهمید میگم این تو ذهنتون باشه این پیشینه پژوهشی چالش در مقابل تهدید اومده بودن دیده بودن که وقتی شما با یه چیزی مواجه میشی مثل همین که میخوای تو خیابون یکی رو بزنی آقا چالش بزن بزنم روشو کم کنم یه موفقیت به دست بیارم یا یعنی وحشت کردی مثلا امتحان گفتن آقا میخوایم الان شما رو به مناظره دعوت میکنم این مناظره تهدیده بابا میرم اونجا خراب میشه یا یعنی که نه میرم قشنگ لهش میکنم اینو گفتن شاید از رو قلبت بشه فهمید پس یکی از هولی گریل ها اون جام مقدس میتونه این که باشه که قلب طرف رو مانع کنه چی رو یافتن دیدن همه آدم ها وقتی با تهدید مواجه میشن یا چالش مواجه میشن ضربان قلبشون میره بالا پس این مشترک هارت ریت ضربان قلب میره بالا شما هم دقت کردی وقتی یه چیزی پیش میاد نفست میگیره دو قدرت انقباز قلب بهش میگن وی سی ونتریکولار کنتراکتیلیتی کاردیولوژیست بهش میگن اینوتروپی یعنی اون زوری که این قلب منقبض میشه اونم میره بالا یعنی قدرت پمپاژ قلب میره بالا. اینوتروپی میدونی اونایی که مثلا دیگوکسین میخورن پوزتیو اینوتروپی اینوتروپی مثبت ایجاد میکنه قدرت انقباض رو میبره بالا در مقابل مثلا داروهایی که بتا هستن اینا ممکنه کم بکنن تو نارسایی قلبی باید شما داروهایی بده که قدرت انقباض قلب رو بالا ببره پس ویسی سی میره بالا سه پس تو هر دوی اینا مشترک یعنی قلبت هم محکمتر میزنه هم تندتر میزنه ولی دیدن اگر شما تهدید ببینی TPR در واقع Total پریفرال Resistance یعنی مقاومت محیطی میاد پایین اگر تهدید ببینی میره بالا اگر چالش ببینی میاد پایین یعنی چی؟ یعنی اروق محیطی باز میشند اروق محیطی که باز شدن فشارت بالا نمیره یعنی اون قلبی که قرار محکم بزنه در مقابل فشار خون پایینتر و مقاومت کمتر میزنه در نتیجه عنصر چهارم سی او کاردیاک آوتپوت برونده قلبیت میره بالا پس چیزی که حس کردن اینه وقتی شما یه چیزی رو چالش میبینی عروغ محیطیت باز میشه قلبت محکمتر میزنه خون بیشتری از قلب میاد بیرون و اینو با اکو میتونن اندازه گیری کنن اکو اگر تهدید ببینی عروغ محیطیت منقبض میشه فشار خونت میره بالا و همزمان قلبت هم که محکم میزنه ولی برونده میاد پایین چون در مقابل مقاومت بالاتری خلاصه خسته خستتون نکنم اونایی که علاقه به فیزیولوژی و پزشکی ندارن داستانش اینه که فشارت میره بالا و برونده قلبت میاد پایین وقتی تحت اتو. و این یه شاخص بیولوژیکه در کنار این یه شاخص بیولوژیک دیگه هم پیدا کردند وقتی شما چه تهدید چه چالش میبینی ادرنالین میره بالا یعنی اصولا اون واکنش وحشت و فرار و جنگیدن شکل میگیره فایت اور فلایت اما در حالت تهدید کورتیزول هم میره بالا و کورتیزول ام فساد بدبختی های بعدیه دچاره افسردگی میشی چاقی بد پیدا میکنی سیستم ایمنیت خراب میشه قندت میره بالا دور شکمت چربی میگیره و خستگی مزمن پیدا میکنه در صورتی که تو اون یکی ها کورتیزول میاد پایین این یکی از اون جاماییه که افراد سعی دارن پیدا کنن اگر این درست در بیاد و این جریان از 2008 خیلی جدی شده مقالاتش هست اگر این درست باشه پس نشون میده بدن ما شاید یک شاخص خوبی باشه که بفهمیم ببین این فشار برات این مخربه یا خوبه چون چالشه به رشدت منجر میشه تهدیده به افولت منجر میشه پیام ساده خودمونی حالا میگم قطعی نگیریدش اگه بعد از فشار فشار کار دیدی فشار خونت داره میره بالا قندت به هم ریخته داری چاق میشی دیابت داری میگیری احساس میکنی تنگی نفس داری این نشون میده که نوع خوبش نیست اگه برعکس میبینی تپش قلب دارم قلبم داره تونتون میزنه ولی فشار خون نگرفتم دیابت نگرفتم فشار در واقع قندم بالا نرفته احتمالاً از نوع خوبشه اون نوعیه که داره قویت من. ولی فعلا علل حساب این رو خیلی قاطع فرض نکنیم ولی ادبیات جالبی توی اون وجود داره که شاید ما بتونیم ازش استفاده بیشتری بکنیم اون داستان چالش در مقابل تهدید حالا باز دیگه چه چیزی یافتند هفته قبل بهش اشاره کردم رنجی که انتخابی باشه رنج انتخابی به نظر میاد هفته قبل گفتم چوزن سافرنگ. اون رنج هایی که خودت انتخاب کردی اونا بیشتر به چالش تبدیل میشه و منجر به قوی تر شدنت میشه در صورت که اونایی که سرت میاد و بلا میاد سرت به ضعیفتر شدنت منجر میشه احتمالا پس پیام دیگری که از این کتاب میگیریم اینه قبل از آن که در حچل بیفتی خودت را در حچل بیانداز اینم میتونه یه پیام ساده باشه یعنی همش گوشه امن نگیر خودت رو به چالش دعوت کن خودت رو درگیر یه چیزی کن و اون چیزی که درگیر میکنی خودت انتخاب کن چون اون باعث سرمایه و ذخیره زندگیت میشه در صورت که اگر خودت این کار رو نکنی از بیرون یکی برات این چالش رو درست میکنه و بدنی و روانی باش هستی که سرمایه کمی داره در مقابل رنج مواجه نشده و شکننده میشه و منجر میشه که فرایند تهدید شکل بگیره و رو به پایین حرکت خواهی کرد خب پس اینم میتونه یک یافته دیگر باشه من حالا نظر خودم رو گفتم اشاره خواهم کرد ولی باز بذارید یه مقدار هنوز چند تا نکته دیگه توی بحث باقی مونده اون جریان مواجه نشدن دانشجویی رو که خدمتون گفتم Cuddling the American Mind بحث های دیگری هم سر اون شکل گرفته و به نظر من حوزه مهمیه چون میخوام برای این جلسات زنده خودم ازش استفاده کنم مثلا کتاب دیگری هست The Constitution of Knowledge جاناتان راوش نوشته 2021 Cynical Theories هلن پلاک روز و جیمز لینسی نوشته همه اینا دایر بر این هم که میگن یکی از تهدیدهای ما مواجه نشدن فکریه یعنی سعی کنیم با بعضی افکار مواجه نشیم بر این اینکه به هممون میریزه و گفتم تو دانشگاه ها و اینا هم حتی اومدن هشدار گذاشتن بعضی چیزا رو نگید چی نکنید ولی شما فکر کن اگر یه جا خوندی که مثلا اومدن گفتن آقا کل مثلا این علم زیر سواله اصلا ثابت شده هوش ژنتیکی نیست یا برعکس اومدن دیدن چی شده اونا رو بخونید یعنی مواجه بشید با افکار آزاردهنده در مورد ماهیت بشر، ماهیت ذهن، در مورد روان، اجتماع، تاریخ همه چی. یکی از چیزهایی که این روشن فکران دیدن اینه که مثل اینکه بشر داره به این حالتی نزدیک میشه که یه سری چیزا رو دوست نداره راجبش فکر کنه چون میگه منو به هم میریزه و این در واقع همون کاری رو میکنه که توی حچله یعنی پس تو حچل بدنی و حچل فکری بنداز خودتو حچل بدنی یعنی اینه که میرم باشگاه میخوام که ببینم میتونم این تعداد بار فیکس برم یا نه هچل ذهنی هم اینه که یه سری چیزایی میخونم که اصلا فکرم اوام برد و تا فکر داستان اینجوریه بعد حالا این داره میگه یه جور دیگه اساسا یعنی اصلا همه چیزای باورای 50 سالی منو زیر سوال بود آره به نظر میاد این خم و راست کردنه میتونه به نفع تموم بشه خب باز چند تا چیز جالب دیگه داره که دلم میخواد که اونا رو براتون باز مثال بزنم توی کتاب نکات قشنگی رو گفته باز برمیگردیم به کتاب و فصلهای بعدیش خب یکی از مطالب جالب دیگه ای که در واقع توی کتاب مطرح کرده اینه که گفتیم خوشبختی قدر مطلق نداره به شدت نسبی شادی هیجانات مثبت دیدین هیجان مثبت شما قبلش میتونید این فنه رو بکشید یه چیزی که اصلا برات ناراحت کننده بود تبدیل به هیجان خیلی شدید مثبت بشه به یه تعداد مقاله جالب دیگه هم اشاره کرده چون نویسنده های برجسته هستند و اینها جز اونایی هستند که تو کتاب های دیگه بهش استناد شده خیلی مختصر میخوام خدمتون بگم یکی از این مقالات اینه Unforeseen costs of extraordinary experience در واقع هزینه های دیده نشده تجارب غیر عادی دانیل گیلبرت و تیمیتی ویلسون این رو نوشتن اینا میدونی آدمای خیلی توانمندیان. تیموتی ویلسون و دانیل گیلبرت الان همش داریم اسمشون رو این چی میگه میگه ببین شما همش فکر میکنی که یک واقعه شاد گفتیم تو قدر مطلقش نیست خیلی دینامیک پیچیده ای داره قبلش چی بوده آلترناتیوهای دیگه چی بوده این کارو نمیکردی اون ورش چی بوده برای همین شما به راحتی نمیتونی بگی این کار خوبی بود کار بدی بود این اومده یک مسیر دیگه پژوهش رو دنبال کرده اونم اینه تو این پژوهش به صورت اخص این کارو کرده گفته که باز میخوام در سند بیارم در مقابل اینکه کی میشکنه کی سالم در میره توی این مطالعه اومدن گروه های چهار نفره درست کردن دانیل گیلبرت و تیموتی ویلسون توی این گروه های چهار نفره این کارو کردن که سه تاشون رو گفتن شما میرید به صورت تک تک و مجزای فیلم خیلی سطح پایین بی ارزش میبینی یکیشون میره فیلم خیلی تاپ میبینی قبلش پرسیدن خب حس میکنید کدومتون حس شادکامی بیشتری خواهد داشت این مطالعه رو دقت کنید این کاربردش خیلی قشنگی طبعا اونی که گفته خب اون فیلم چهار ستاره یه چیز من, من از بقیه احساس بهتری خواهم داشت. اون ستای دیگه دمق و یه جور لب و آویزون نه فیلم بد به ما افتاد ما ستا یه فیلم با کیفیت پایین به اون افتاد اون خوش شانس خوبه به اون افتاد خوش بعد میرن فیلم میبینن بعد همون اتفاق هم میفته آخ چه فیلم خوبی بود اون یکی هم میگن فیلم یعنی نمره میدن بعد میگه حالا بیاین چهار تایی با هم یه ذره معاشرت کنید چند دقیقه بشینید راجع به فیلماتون صحبت کنید قشنگی داستان اینه بعد دوباره میاد میپرسه کی شاده حالا فکر میکنین کی شاد بود اون ستایی که فیلم بنجل دیده بودند خیلی شادتر از اونی بودن که فیلم تک دیده بود. چرا تو که فیلم بهتره رو دیدی مثال براتون بزنم رفتی مسافرت یه عده میرن مثلا هتل پنج ستاره یه عده میرن هتل سه ستاره خب هتل پنج ستاره یه بیشتر بهش خوش بگذره دیگه ولی تو این نوع تصویر دیدن هتل سه ستاره یه خوش بیشتر خوش گذره آیا مال اینه که بدبختی به خوش بگذرونی منجر میشه خیر اون نبوده آیا مال اینه که آدم وقتی نمیدونم اونجا رنج کشیدی حوصله سر رفته تو اون فیلم بهتر نه اون ستایی که فیلم درجه دو درجه سه دیدن وقتی گفتن بیاین حالا با هم معاشرت کنین اون ستا خیلی همدیگر رو تحویل گرفتن آقا اون فیلم رو دیدی اون صحنهش بود ولی اون هیچی نداشت برای گفتن پیامش اینه که میبینی خیلی مواقع شما ممکنه یک عمل لذت بخش انجام بدی ولی چون عمل تکه و بقیه اونو تجربه نکردن بعدن که برمیگردی با این آدما یک کاسه میشی چیزی برای به اشتراک گذاشتن با اونا نداری و در نتیجه احساس غریبی میکنی و بعد که از افراد پرسیده بودن دیده اونم اونی که فیلم خوب و خو دیده بود احساس ترد شدگی میکرد پس میتونه این توضیح بده که چرا بعضی از مرفهین مثلا لذت نمیبرن برای اینکه اون میزان اشتراک گذاری اون تجربهشون با بقیه کم میشه و اول داستانم مثالی زده بود از این در واقع اون هواپیماهای های ویرجین که میگه 700 نفر تا کنون ثبت نام کردن و 450 هزار دلار دادن که از جو زمین خارج شن و فرضشون بر اینه که این دیگه خیلی لذت بخشه بتونی از جو خارج شی این میگه من شک دارم چون وقتی برگشتی اومدی رو زمین تو هر جا تعریف میکنی یه چند دقیقه افراد به گوش میدن ولی بعدا ترجمه تهدید میکنن همش میخواد از خودش بگه اون بقیه ای که این رو نداشتن با هم اتصال عمیق عاطفی برقرار میکنن و احساس خوشبختیشون پس شما میبینی گاهی اوقات داشتن تجربه به شدت لذت بخش به ضرر تموم میشه دیگه میگه costs of extraordinary experience و این میتونه توضیح بده که چرا همون مثالی که اول گفتم بعضی رفاهها به ضرر تموم میشه مال این نیست که رفاه ذاتن بده مال اینیه که با کسی نیست به اشتراک بذاریش و وقتی به اشتراک میذاریش بخش زیادی از لذت بعدیش رو تامین میکنه پس میبینی داستان خیلی پیچیده است به اون سادگی که فکر میکردی نیست پس اگر یه تعطیلات تف... استثنایی رفتی ولی فقط تک رفتی و برگشتی تو چند ماه و هفته آینده اسم میکنی ای داره احساس شادکامی میاد پایین چرا برای که با دیگران نمیتونم دیگران خوششون نمیاد گفت من چیزایی میگم که اونا تجربه نداشتن بعد اونا چقدر با چیز میگن خب آره تجربه مشترک داشتن میگه تجربه اون خیلی سطح پایین بوده رفتن یه هتل خیلی ارزوناره ولی با هم بودن دیگه در چه تونستن به اشتراک بذارن پس نشون میده یک لذت رو اگر بتونی با یکی دیگه به اشتراک بذاری و بتونی پا پیدا کنی که لذتتون رو با هم دیگه تعریف بکنید این خودش بخش عمده اون ورآیند لذت بخش رو تعریف گذار. برای همین شما میبینید مثلا میبینید خاطرات سربازی آخه سربازی لذت بخشه آره ولی یه تعداد آدم هم که همیشه تا میشینن تعریف میکنن که آره ما فرماندهمون این میگفت در صورتی که شما اگر فرض کن اون دو سال سربازی رو به جاش رفته باشی در زیباترین جزایر زندگی کرده باشی پا نداری که بشینی باهاشون اتصال عاطفی برقرار کنی پس میبینی این به پیچیدگی های قضیه در واقع اشاره میکنه یا باز مثلا مقاله دیگری باز از تیموتی ویلسون و دانیل گیلبرت گفتم اینا آدم های برجسته تو 2014 تو ساینس چاپ شده Just think The challenge of the disengaged mind میگه در واقع فقط فکر کن چالش مغز ذهن رها گفتم بهتون اگر ذهن رو ولش کنی همینجوری بچرخه و چیزی نباشه که بهش فکر کنه احساس خوشایندی نیست در این آزمون دانیل گیلبرت و ویلسون این کار کردن یه تعداد افراد رو گذاشتن یه جا حوصلشون سر بره و جالب بود قبلش اینا با یه آزمایش های دیگه شرکت کرده بودن که شوک های الکتریکی دردناکی رو به اینا داده بودن که مثلا ما میخوایم میزان دردناک بودن شک رو بسنجیم وقتی حوصله شون سر رفته بود دیده بودیم پا شدن به خودشون همون شکار رو وارد میکردن و بعد میگفتن این ها چقدر لذت بخشه یعنی همون شکی که دردناک بوده و افراد میگفتن آخ چقدر دردمون میگیره وقتی حوصلهشون سر رفته بود و ذهنشون همچین سیال شده بود اون درده به لذت تبدیل شده بود این همون چیه؟ هدونیک فلیپ چرخش هدونیک پس داستان اونقدری که فکر میکنیم ساده نیست یعنی یه جایی برای همینه که میبینی رنج که درد کشیدنه به لذت تبدیل میشه شاید این توضیح بده شما دیدین بعضی ها که خیلی در عذابند در ناراحتی هستند میگه خودم رو با تیق میزنم اینقدر لذت داره آروم میشم اون تیپ درد داره دست رو میبوری. این همون هدونیک فلیپه یعنی به عبارت دیگر لذت و درد لذت و رنج تو ذات اون واقعه نیست مقایسش با شرایط محیط تجارب قبلی اینکه دیگران چی تجربه کردن اینکه با کیا میتونی اونو به اشتراک بذاری هست که تعیین میکنه پس میبینی داستان رفاه خیلی پیچیده است و اون کشورهایی که توش گفتیم رفاه بالاتره به جای اینکه شما بیای رفاه و زیر سوال ببری میتونی این پیچیدگی های اون رو در واقع حلاجی بکنی این خودزنی رو هم پس میتونه تا حدی توضیح بده که چرا افراد وقتی خودزنی میکنن خیلی هاشون میگن درد کمی داشتیم. باز در همین کتاب به کار جالبی اشاره کرده که مال 1946 هست. یک جراحی به نام هاروی بیچر و یه چیز عجیب متوجه شده بود. سربازایی که در عملیات جنگ توی ایتالیا بودن این جزء متفقین بوده جنگ جهانی دوم 1946 مقالهش چاپ کرده تجاربش مال 1942 اینا بوده تو جنگ‌های ایتالیا دیدو مثلا تیر خوردن اندام‌هاشون گلوله خورده قطع شده خیلی مورفین نمیخوان و بعضیشون حتی خوشحالن بعد میگه ببین تیر خوردی ها این زخم شده میگه آره خیلی دردش اذیتم نمیکنه میگه مگه میشه در مقایسه شما فکر کن مثلا تصادف کردی و تیر خوردی یا تصادف کردی و پات شکسته چرا بعضیا اونقدر آروم بودن ممکن رو شما بگی مثلا خب شجاعت سربازی ارقه وطن پرستی یه حس دیگه این بود که آره حالا تکلیفم روشن شد بعد این بیچر جراح بود ولی ازشون پرسیده بود که چرا مورفین نمیخوای چرا آروم میگی نه الان خیالم راحت شد قبلش نمیدونستم کشته میشم میبریم میبازیم الان دیگه تیر خوردم دارم میرم پشت جپه. خیلی تکلیفم روشن شد یعنی میبینی حتی تیر خوردن در مقایسه با بلا تکلیفی و گیج و مبهوت و در آینده عجیب بودن دیده بود که میتونه حتی آرام بخش باشه و اینا مورفین طلب نمیکردن. کردن. این اولین کسی بود که متوجه شده بود شرایط محیطی هست که بخش عمده از درد رو دیکته میکنه نه صرفا میزان آسیب بافت که مثلا این زخمش هم این باید مورفین بیشتری بخواد خب پس اینا همه نکات به نظر من قابل تعملی بود که در این کتاب مطرح شده و باز در فصل پنجش یه مقدار دیگه از همین مثال ها میزنه که آره که چگونه افزایش رنج مشترک به اون اتصال ها منجر میشه و اون اتصال ها میتونه جبران خیلی از حالت های باشه فصل 6 و هفت رو براتون خیلی خلاصه میگم تو چند دقیقه باقی مونده فصل 6 به همون داستان فایندینگ فوکس اسمش هست که همین مثالایی که زدم ذهنی که سیاله و میچرخه وقتی روی یه چیزی تحمل میکنه یه مقدار احساس رضایتمندیش میره بالا حتی اگر اون چیز یک درد سر باشه حتی اگر اون چیز یک پیام منفی باشه حالا یه تعداد مقالاتی هم داره که یه مقدار غار پجروشی جالب بوده مثلا این بوده که به افراد آب خوروندن پر شده و وقتی مسانشون پر شده مثلا نذاشتن برن دستشویی و بعد گفتن ببینن که این همون هوشیار شدن به بدن رو تامین میکنه و از اون ذهن سرگردان کاهش میده دیده بودن که آره این به بعضی از حالت کمک کرده و در واقع باعث شده که یه مقداری توانمندی های شناختیشون خیشتنداریشون در واقع بهتر بشه یک مقاله ای من بذارید براتون الان مشخصا ببینم پیداش میکنم که همین پدیده اسپیل اوور رو مطرح میکنه که در واقع اگر شما مسانت پر شده باشه چون آگاهیت میره بالا و اون ذهن سیال و سرگردانت رو مشخص میکنه بله این هست فن 2015 در جورنال کانشسنس اند کاگنیشن دی انهیبیشن انهیبیتوری اسپیل اوور افکت کنترولینگ دی بلادر میکس یو بیتر لایرز یعنی مسانت که پر باشه و تو درد این که باید برم دستشویی باشی ای داری پا پا میکنی میگه بهتر میتونی دروغ بگی حالا دیگه شما حساب کن چجوری چی, چی به چی رب داره دیگه اون بقیهش بمونه برای یه ذره فکر کردن شما چه ربطی داره ولی ظاهرا فرضش اینه که میگه وقتی تمرکز شکل میگیره به خاطر اینکه مسانم پره تو ابتدای امر افزایش دقت و خیشتنداری شکل میگیره و از اون ذهن سیال و سرگردان به ذهن متمرکز فوکست منجر میشه و ذهن متمرکز در واقع توانمندیهاش در درجاتی بهتره پس به عبارت دیگر پیام ساده ای که داره این کتاب میده اگر من بخوام خلاصه جمع بکنم اینه بخشی از رنج کشیدن به افزایش لذت منجر میشه ما شاید بتونیم راه خوشبختی رو کماکان از طریق افزایش رفاه و هدونیزم تأمین بکنیم نیازی نیست دچار اقواگری در واقع بیخردی بشیم به مظاهر رفاه، مظاهر تمدن، مظاهر ثروت لگت بزنیم و اونها رو منهدم بکنیم برای اینکه معنی تو زندگی پیدا کنیم منتها بایستی که یک بالانس درست پیدا کنیم آگاه باشیم که هدونیزم قابل فلیپ هست یک دینامیک پیچیده داره و درصدی از رنج خود انگیخته کنترل شده با استیقاتیش بکنیم که اون بتونه به افزایش هدونیزم اون لذت طلبی منجر بشه و با بحران معنا مواجه نشیم این پیام خلاصه یک کتاب از این جهت میبینیم که بروک باستیان هم جز روشنگران هست جز جریان ضد روشنگری کانتر counter, counter حساب نمیشه که بگه آره ببین همه بدبختی های ما مال مدرنیسم همه بدبختی های ما مال رفاهه همه بدبختی های ما اینه که بیمارستان درست شد نمیدونم آب و برق درست شد کولر درست شد یخچال درست شد بشر رو از خودش بیگانه کرد میگه نه قابل مدیریته و ما با این تکنیک ها شاید بتونیم مدیریتش کنیم آخرین پیا چیزی که دارم دیدگاه خودم رو بگم دوستان اگر میخواید بدونید اون جام مقدس کجاست چه رنجی سازنده است و چه رنجی مخربه دیدیم که تهدید در مقابل چالش رو مطرح کردن فرکانس تمام عمر رو مطرح کردن کمک گرفتن از دیگران رو مطرح کردن اینا همش نشانه هایی بود که این نوع خوبشه من فکر می شما بیایید از تمثیل یا استعاره ورزش استفاده کنید در جاهای دیگه هم صحبت کردم سیستم مغزی ما و مایند ما بسیار شباهت داره به بدن ما کدام ورزشه که ازولت رو میسوزونه؟ ازولت آب میشه؟ آخر شبم مفاصل درد میگیره؟ کدام هست که میبینی چقدر خوب دارم رو میام؟ مشابه اون رو در رفتارهای رنج کشانه پیاده بکنید یعنی من خودم به صورت خود انگیخته چالش درست بکنم چالش رو در دوز بهینه نگه دارم حمایت های اجتماعی رو بسیج کنم مفهوم سازی ازش بکنم و این باعث بشه ذخیره روان من بشه و این جلوی افسردگی من رو میگیره اولش یادتونه گفتم ها سعی میکنن هی خودشون رو از افسردگی درن نمیتونن آره برای اینکه اینجوری در نمیاد اگر شما احساس میکنید زندگی براتون معناست و افسرده است هی خوشی تزریق کنن تو زندگی ممکنه در کوتاه مدت درست باشه ولی این جواب نمیده نمیگم اینو تحت لفظی برداشت نکنید رنج تزریق کنید تو زندگی رنج حساب شده هدفمند با تلاش و این منجر به افزایش رزروت میشه با پرایند های شبیه همون اپوننت پراسس ریچارد سولومان و این مطالبی که بستین گفت باعث افزایش شادکامی و کاهش در واقع حس سرخوردگی و رنج در دراز مدت خواهد شد خیلی شبیه واکسنه خیلی شبیه مقاوم کردن سیستم ایمنی یا ورزیده کردن بدنه شما وقتی ورزش میکنی خب درد میگیره دیگه و اصلا بدن سازان میگن میگن تا حدی باید بری اون رپ معروف که مثلا 8 تا 10 تا باید بزنی سه ست که عضلات بسوزه سوزش پیدا کنه نه اینکه بسوزه به معنی آب بشه سوزش پیدا کنه اون یعنی داره اثر میکنه شما هم باید خودتون رو در اون کریدور بهینه نگه دارید این خلاصه ای بود از این کتاب و من فکر میکنم این جریان مهمه حالا خیلی طولانی شد صحبتمون ولی اهمیت این جریان چیه که زود تسلیم نشید احساس نکنید که ببین بیا همه این بدبختی ها مال اینیه که به سمت رفاه رفتیم سعی کردیم مثلا آرامش و آسایشمون رو فراهم کنیم بیشتر به پوچیمون منجر شد نوع درستش رو فراهم کنید هدفمنده من خیلی سال پیش شاید دوران نوجوانی بود که جوانی و نوجوانی ویل دورانت رو میخوندم خیلی کتاب قشنگیه واقعا دوست داشتنیه یه جایش هست از یک پادشاهی نام میبره به نام هنری چهارم هنری چهارم مال فرانسه میشه که بعد از هنری سوم به قدرت میرسه او در واقع شوهر خواهر هنری سوم بوده هنری سوم کاتولیک متعصب بوده این پروتستان بوده ولی این بسیار انسان پراگماتیکی بوده و زمانی که به پادشاهی میرسه برای اینکه دیگه اونا کسی رو نداشتن داماد رو پادشاه میکنن این حتی مشهور است که جمله مشهوری از او هست که اونایی که تو تاریخ فرانسه آشنایی دارن گفته که حاکمیت فرانسه و پاریس به یک مراسم اشای ربانی میارزد که از پروتستانی میاد تغییر دین میده تغییر مذهب میده و کاتولیک میشه و خیلی سازنشش میکنه ولی نه خب حالا برای اینکه بتونم فرانسه رو آباد کنم من قاره زازه و جالبه وقتی اونجا میرسه میگن که خب این همه ما جنگ های شدید مذهبی داریم مسائل قومی داریم اینا داریم تو هدفت چیه اولویت چیه این یکی چیز حالا معلوم نیست راست گفته باشه یا نه ولی در تاریخ فرانسه این هست که گفته بود من هدفم اینه که هر یک شنبه وقتی میرم سر میزنم روستایی ها ببینم یه مرغ چاق تو دیگشون هست و دارن هر هفته مرغ میخورن و بعضی گفتن چقدر سخیف چقدر سطح پایین خوردن شد مثلا هدف ولی مثالش این بوده که میخوام از رفاه شروع کنم از هدونیزم شروع کنم و این کمک کنه افراد همینجور بسازن و بیاد بالا این جمله مرغ چاق در دیگ از هانری چهارم مشهوره یعنی اینا سلسله افرادی بودند که به نوعی رفاه آسایش و هدونیزم رو مسیر رسیدن به خوشبختی دونستن چون همیشه بشر اینجوری فکر نمی کرده. بشر اون مسالبی که گفتم آنر بوده، حیثیت بوده، جنگ بوده، اینا بوده مسیر خوشبختی کسی یعنی فکر نمی کرده از راه خوردن و خوابیدن و داشتن کولر گازی و نمیدونم یخچال خونک و میوه و اینا بتونی به خوشبختی برسی ولی در واقع شاید یکی از پیام های قشنگی بوده که مرغ چاق تو هر دیگی برای هر خانواده هر یک شنبه و فکر میکنم که پس ما میتونیم هدونیزم رو مهار بکنیم هدونیزم رو درست انجام بدیم و به جای اینکه بهش لگت بزنیم در جهت تعالی و پیدا کردن معنی از زندگی ازش استفاده کنیم و اقوا نشیم که بزنیم زیر کاس کوزه هرچی آسایش و اینا هست به این نیت که خودمون رو باز بیابیم خود رو میتوان بیاز یافت میتوان بیگانه نشد میتوان معنا در زندگی پیدا کرد و میبینید لمهاش رو این افراد دارد. افراد دارن در میارن تو کتاباشون دارن مینویسن من چند تاشو گفتم امیدوارم حالا تو فرصت دیگه بیشتر از این بحث کنیم اون که کجا رنج رو وارد کنیم که پی‌تی‌اس‌دی نشی و به رشدت منجر بشه ولی بپذیریم که بخشی از رنج لازمه اگر شما نداشته باشی با رفاه مطلق نمیتونی اما بازم بگم البته بعضی هستن که میگن میتونی میگن به اندازه کافی سب کنی بشر با رفاه مطلق این سؤال معنای زندگی را هم حل خواهد کرد. نمیدونم. یه ذره آدم باید فکر کنه. ولی مثل ورزشکارا که میگن حرکتهای مختلف انجام بده تا بدنت ورزیده بشه باید فکرهای مختلف هم بکنه آدم تا فکرش ورزیده بشه. از توجه شما ممنونم و از میخوام فکر کنم 90 دقیقه شد. خیلی ممنون از توجه شما. تا تو هف